بيني نهن من عقلهم عرب بيني نهن من عقلهم ويطيبون المسودن يشربون الظماية من عقلهم ولهم ماي ليعوض على الشراب حنا مالتي الاحمر حنا هل طاعون الله فياض الهلالي حنا مالتي الاحمر حنا هل طاعون حنا ربات نيبه ونلعب بكل كون نعرس نعرس بالحرب نعرس بالحرب وندف طبل تدرون نمطر دم يوم الشربين نمطر دم يوم الشربين نمطر دم بملحمة الغتال الناس يدرون بحرب نعرس والشر خاوانا وخاوينا من غصب نخاوي الشر او غصبا من يخاوينا علا تنسب العزة وتضيع حقوق ماضينا دبس دبس من نومة الذلة من غصب نخاوي الشر وغصبا من يخاوينا علا تنسب العزة وتضيع حقوق ماضينا دبس دبس من نومة الذلة نجم المغفة عينا شلون الواو تأمن بيه شلون الواو تأمن بيه شلون الواو تأمن بيه شلون الواو تأمن بيه شلون الواو با سلام خدمت بینندگان بخش فارسی برنامه الاهواز. فرماندهان ارشد سپاه قول دادن به سوی مردم تیراندازی نکنند. به دنبال اعتراضات مردم در کشورهای منطقه و در آستانه تجمعات روز اول اسفند، دیلی تلگراف در مطلبی با عنوان قول عدم تیراندازی از سوی اعضای سپاه پاسداران نوشت که افسران ارشد در سپاه از فرماندهان خود خواستند ضمانت دهند که مجبور به تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان ضد دولتی نخواهد شد. این هفته نامه می نویسد که پرسنل سپاه در این نامه از محمد علی جعفری فرمانده سپاه خواستند تا دستور العملی برای برخورد سپاه و بسیج در مقابل معترضان صادر کند. دیلی تلگراف به نقل از این نامه که توسط جمعی از فرماندهان سپاه تهران، اصفهان، تبریز و قم نوشته شده آورده است، به مردم خود قول می دهیم که به سوی برادرانمون که خواستار بیان اعتراضات مشروع خود علیه سیاست ها و رفتار رهبرشون هستند تیراندازی نخواهیم کرد. فرماندهان سپاه بر این باورند که تیراندازی به سوی مردم خلاف اصول اسلامی است. دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد دادگاه ویژه روحانیت مهدی کروبی را خلل باز کند. دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقدس لباس روحانیت و جایگاه آن در جامعه دینی از دادگاه ویژه روحانیت خواست تا نسبت به خلل لباس مهدی کروبی لحظه ای درنگ نکند. بهروز جعفری روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با این ادعا که موسوی
و کروبی سران ضد انقلاب و منافقان مزدور آمریکا هستند افزود، به کار بردن واژه سران فتنه برای آنان پس از 25 بهمن دیگر محلی از اعراب ندارد. وی اظهار داشت اگر تا دیروز از باب تذکر و تشکیک واژه سران فتنه به این دو اطلاق می شد، تنها از باب جهل و تردید به آنها بود، ولی بعد از وقایع 25 بهمن ماه شکی باقی نماند که این دو سران ضد نظام و انقلاب اسلامی هستند. گفتنی است که مهدی کروبی یکی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و دعوت کننده به راهپیمایی های اعتراضی، خانه وی هم اکنون در محاصره نیروهای امنیتی می باشد. سردار مسعود جزاری آمریکا را تهدید کرد. به نقل از وبسایت صدای آمریکا، اظهارات سردار مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایالات متحده را تهدید کرده است که منتظر عواقب شکننده دخالت‌های خود باشد. وی همچنین تهدید کرد آنهایی که برنامه‌های براندازانه در مورد ایران را پیگیری می‌کنند و حتی به طور علنی از ضد انقلاب ایران و فتنه‌گران حمایت می‌کنند، جزای این اقدامات را خواهند چشید. موج دستگیری فعالان عربستان ایران. همزمان با از سرگیری اعتراض‌ها در ایران، موج جدیدی از دستگیری فعالان مدنی عرب در شهر اهواز، مرکز اقلیم عربستان ایران و توابع آن آغاز شده است. در همین راستا در روزهای گذشته 6 نفر از فعالان عرب اهواز در شهر خلفیه واقع در شرق شهر اهواز دستگیر شدند. بر پایه گزارش منابع حقوق بشری اهواز، در روزهای اخیر عبدالرحمن عساکر دبیر شیمی و فوق لیسانس جامعه شناسی، هاشم شعبانی دبیر زبان عربی و فوق لیسانس علوم سیاسی، محمد علی عموری مهندس شیلات، شهید عموری شاعر، عقیل عقیلی کارشناس کامپیوتر و عبدالامیر عموری برادر محمد علی عموری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند. منابع حقوق بشری اهواز میگویند که فعالان مدنی پس از یورش نیروهای ویژه امنیتی به منازلشون دستگیر و به اداره اطلاعات شهرستان خلفیه انتقال داده شدند. تشکر میکنیم از اینکه با ما در این برنامه همراه بودید. شاد و پیروز و سربلند باشید.